هشدار جدی وزارت صحت به مراکز صحی که بدون جواز فعالیت دارند این وزارت تا 20 روز آینده همه مراکز صحی فقط جواز فعالیت را مسدود می کند. موین خدمات صحی وزارت صحت با بیان این مطلب نتایج ارزیابی مراکز صحی خصوصی و دولتی را که چند پیش در کابل و ولایات را کرده بود را اعلام کرد. می گوید که بعض از مراکز صحی در کشور از نظر کیفیت صفر بودند و باید این مراکز مسدود شود. شپاراسوو هاغه روغتیای مراکز تر نظارت لاندېونی ولشل <سؤال> چې هاغه د وخانې دي کاغه سراپا یا او پی ډی روغتونونه دي که هاغه مالجوي روغتونونه دي او که هاغه کارخاني دي که شرکتونه دي کوم دپلورنځي دي که تشخیصی مراکز او لابراتوارونه دي ټولا شپاراسوو تعداد دې تر 63 د موږ د ټیمونو لوخانه وکتل شول اقای عمر به تایید بر روند ارزیابی از مرکز صحی میگوید با رعایت قانون به همه مشکلات صحی رسیدگی خواهد شد واس کشورهای کمک کننده و سازمانهای مددرسان نیز میخواهد که به وعدههای خود در بخشو صحت افغانستان پابند بمانند هاغه برخي چې په خارجي ډونرانو پورې تړاولري او هوغي وسخه لمرستې بندې کړي په هوغو کې ډیر مشکلات sta کچیر ته دوی خپل مرستو ته ادامه ورنکې کې دیسی هاغه پروژې چې دوی تملولې هغه له صفر سره زر psi دا موږ هم وایو همزمان با این شمار از باشندگان کابل از خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی و آنچه بلند بودن قیمت ماینات صحی گفته می شود شکایت دارند مشکلات خود زیاد است قبل از در شفاخانه دولتی که وقتی که مراجعه میکردی پول نبود که ازت پول بگیرن یا کدام گپه فقط دوا بود برات می دارن. حالا که در شفاخانه دولتی هم که می در قدم اول برد نقصه خریداری میتا و اونجا کرافتی کارای تجارتی است دیگه اکثرا دیگه شب خانه خصوصی هم که هزینه تداوی یک مدرس نویز بسیار زیاد هم دیگه مردم افغانستان با این تخت که فیلند دست پنجه ند نمیتونند از, از, از قرداختی هزینه تداویشون برای بیشتر موین خدمات صحی وزارت صحت در مصاحبه اختصاصی با آریانا نیوز گفته بود که قرار است به زودی کمک های جهانی در سکتور صحت را به دست آورند که بخش اعظم از این کمک ها دستگاه تشخیص ویروس کرونا و نو تازه جهش یافته این ویروس به نام اومیکرون است.